مشکلات چیز قلبی، ناراحتی قلبی که داشتم هر ستاش در نام عیسی مسیح شفا گرفتم. مسلما وقتی که روح القدس در من قرار گرفت و تولدی دوباره یافتم، از اون روز به بعد احساسم نه تنها نسبت به خانوادم بلکه نسبت به تمام مردم دنیا عوض شد. همیشه با خانومم وقتی که صحبت میکردم، خانومم این جمله رو همیشه میگفت که مشتبه صدات عوض شده، تو چقدر عوض شدی. چهره منو نداشتم ولی صدای منو داشتم، در صدا تشخیص میداد خانومم که چقدر من عوض شدم. و چیزی بود که روح القدس عیسی مسیح به من یاد داد که عاشق بشم، چون اون از ازل عاشق من بود. دوستان عزیز، خیلی خوشحالیم که با ما همراه بودید و ما رو مهمون خونه های خودتون کردید. میدونم که مشکل اعتیاد مشکل آسونی نیست، اما این را میدونیم که خداوند ما قادره که تمامی مشکلات ما رو برداره. این خداوند قادر امروز در قلب شما ایستاده و میکوبه. امروز روز نجاته. میدونم که ایمان دارید که خداوند میتونه شما رو نجات بده. بله دوستان، همونطور که مشاهده فرمودید، دیدید که چطور خدای با محبت، خدای قادر مطلق وارد زندگی مشتبه شد و زندگی او رو دگرگون کرد. زندگی که غرق فساد و تاریکی و ظلمت بود، خدا زندگی او رو تبدیل کرد و نور خودش رو به زندگی او وارد کرد. امروز همین خدا قادره که توسط عیسی مسیح وارد زندگی تو دوست عزیزم بشه. او میگه که من کنار در قلبتون ایستادم و در رو میکوبم. در رو به سوی او باز کنید تا او وارد قلب شما شده و زندگی شما رو دگرگون کنه. اگر حاضر هستید با هم دعا کنیم، دستهای خودمون رو با هم بالا کنیم و با هم دعا میکنیم. خداوند تو رو شکر میکنیم برای مهر و محبت تو. تو خدای عظیم، تو خدای قادر مطلق که دوست گناهکاران هستی و تویی که عیسی مسیح رو یگان فرزند خودتو فرستادی تا به خاطر گناهان ما جانش رو بر روی صلیب فدا کنه. از تو متشکریم خداوند که امروز قادری که زندگی این دوست عزیزی که با ما متحد شده برای دعا دگرگون کنی، قادری که او رو از اعتیاد، از بدبختی ها، از مرض ها و از تمام خداوند و بلایایی که دچار خداوند او رو شفا بدی و یک زندگی جدید به او عطا بفرمایی، قادری که نور خودتو بر زندگی او بتابونی و ظلمت رو از زندگی او دگرگون کنی. دعا میکنم به نام قدرتمند عیسی مسیح که در نام او خداوند و شفا آزادی از اسارت هست، زندگی این عزیزان رو امروز تغییر و تبدیل بفرمایی. همونطور که زندگی من رو خداوندا که در غم و غصه و اسارت بودم خداوندا عوض کردی و یک زندگی جدید عطا فرمودی، تو قادری که زندگی عزیزانم رو عوض کنی. دعا میکنم که تو که دوست هستی خداوندا، برای اونایی که خداوندا گم شده هستن، برای اونایی که طرد شده هستن، تو که عشق و محبتت خداوندا برای اسیران و برای گم شدگان هست، امروز این عزیزانی که برنامه رو نگاه میکنن زندگیشون رو از محبت خودت خداوند رو لبریز کنی و زندگیشون رو دگرگون بفرمایی. خداوند رو دعا میکنم که همینطور کسانی که خداوند رو اسیر هستن، اسیر اعتیاد، مریضی و خداوند رو ناراحتی های مختلف تمام وجودشون رو در بر گرفته، دست پر مهر و محبت تو از طریق عیسی مسیح وارد زندگی این عزیزان شده و زندگیشون رو دگرگون کنه. تو رو شکر میکنم و همینطور دعا میکنم خداوند به رهبران کشورمون حکمت عطا بفرمایی تا بدونن که چطور میتونن جلوگیری کنن از مواد مخدر، به خانواده ها حکمت عطا بفرمایی تا بدونن که چطور بتونن به عزیزانشون که دچار اعتیاد هستن با مهر و محبت تو ای مسیح جان این عزیزان رو کمک کنن تا از اسارت گناه و اعتیاد آزاد بشن. تو رو میپرستیم و تمام خداوند وجودمون رو به تو تقدیم میکنیم در نام قدرتمند عیسی مسیح، آمین. عزیزم که شما با ما الان دعا کردید، من میخوام که این اطمینان و امید رو به تو بدم که اگر با ما دعا کردید، منتظر کارهای بزرگ و پرجلال خداوندمان عیسی مسیح باشید. عزیزانی که در دعا با ما متحد بودید، شاید بخواید که با ما تماس بگیرید و سوالات زیادی داشته باشید که ما میتونیم کمکتون کنیم. با وبسایت kalame.com و یا ایمیل tv@kalame.com منتظر سوالهای شما عزیزان هستیم. و بعد از چند آگهی دوست عزیزی رو داریم که ایشون میتونن از تجربیاتشون در مورد اعتیاد به ما کمک کنند. با ما همراه باشید.
کارتون می تواند هویت گم شده شما را بار دیگر احیا نماید. خیلی خیلی کارتون قشنگی بود و ما خیلی کیف کردیم، هم ما هم بچه‌ها، و چقدر برای خود ما این آموزنده بود و کاش که بیشتر از این فیلم‌ها بسازیم. لطفاً برای تهیه کارتون ارزش شما با شماره تلفن و آدرس زیر تماس حاصل نمایید. همچنین می توانید کارتون را در سایت کلمه.com مشاهده نمایید. در ضمن می توانید کتابچه ارزش شما را تهیه و به دوستانتان هدیه بدهید. برای بچه‌ها، تمام بچه‌ها، نه بچه‌ها، تمام مردم در دنیا اینو محبت خدا رو نشان دادن. ما خیلی خیلی خوشحالیم. خدا رو شکر واقعا چه زندگی جالبی این دوستمون مشتبه داشت و خدا چطور به طرز معجزه آسای زندگی ایشون رو تغییر داده بود. اینطور نیست کانی جان؟ بله واقعا. و چقدر خانواده هایی هستن که دوچار مشکل اعتیاد هستن و واقعا دارن از این موضوع رنج میبرن و اون کانون گرم خانوادهشون از هم پاشیده. شاید خیلی از این عزیزان سوالای زیادی داشته باشن که چطور باید با اعتیاد روبرو بشن. بله متاسفانه امروز در سراسر جهان مردم زیادی هستن که اسیر این مواد خانمانسوز هستن. مخصوصا در کشور عزیزمون ایران 4 تا 5 میلیون از عزیزان ما دچار اعتیاد هستند. خیلی خوشحال هستیم که امروز مهمان عزیزی داریم. این عزیز در گذشته معتاد بودند و خداوند ایشون رو از عمق اعتیاد بیرون آورد و تونستن سالهای سال در بین معتادین خدمت کنن و اونها رو به کمک دست قدرتمند خداوند نجات ببخشند. خیلی خوش آمدید کشیش میلتن. خیلی خوشحال هستیم که امروز در میان ما هستید. مرسی. کشیش میلتن، یکی از سوالهایی که برای خانواده ها هست این که در دوستان و یا آشنایان و اعضای خانواده گاهی دیده میشه که بعضی از این عزیزان بعد از مدتی رفتارشون تغییر میکنه و خانواده متوجه نمیشن که این عزیزان دچار اعتیاد هستن، ولی بعد از مدتها که متاسفانه دیر شده اینا متوجه اعتیاد عزیزانشون میشن. میتونید شما بفرمایید و ما رو کمک بکنید که چطور میتونیم ما تشخیص بدیم دوستان ما، عزیزان ما در اعتیاد هستن؟ حتما. قلبا متشکر هستم که بنده رو دعوت کردید به این برنامه. آنچه که من فکر میکنم علاوه بر عوامل خاصی که باعث میشه یک شخص معتاد میشه، مثل بی محبتی، بی توجهی ها، شکست ها در زندگی، مخصوصا جوانان و نوجوانان، فکر میکنم که در کل در زندگی یک شخص معتاد تشخیصی که میتونیم داشته باشیم از نظر خانواده، دوستان و غیره، 3 عامل مهم وجود داره. یکی زمان هست به عنوان وقت و دیگری پول هست به عنوان سرمایه که صرف میشه و سومی همون خود مخدر هست. حالا انواع اقسام مخدرهایی هستن که وجود داره. به عنوان وقت، به عنوان تشخیص دارم عرض میکنم، طبیعتاً شخص معتاد داره وقتش رو صرف چیز جدیدی میکنه که به اصطلاح بگیم عاشق شده برای چیز مخدری که میتونه مخرب باشه. پس میتونیم تشخیص بدیم که شخص معتاد کم کم وقتش رو دیگه صرف خانواده نمیکنه، صرف نمیدونم ورزش نمیکنه، حتی صرف خودش نمیکنه. و در ثانی از نظر نقطه دوم بررسیش کنیم، پولی که داره صرف مخدر میکنه، دیگه براش مهم نیست صرف خانواده بکنه، حتی برای خودش بکنه به عنوان مجرد. و تشخیصی که ما میتونیم از این نظر داشته باشیم که داره صرف وقت و پولش صرف